با درودی گرم داریوش باقری هستم در برنامه بیگ بنگ. دوستان عزیز، با حضور پروفسور ابراهیم ویکتوری از آغاز برنامه ما شروع کردیم از بیگ بنگ صحبت کردن، در حقیقت پیدایش جهان، لحظه ای که بیگ بنگ اتفاق افتاد، انرژی به ماده تبدیل شد و این تبدیل انرژی به ماده باعث شد که عناصر مختلفی به وجود بیاد. از هیدروژن شروع شد و به بقیه عناصر و یواش یواش کهکشان ها به وجود اومد. بعد این کهکشان ها ستاره هایی رو که ستاره های دست اول و دوم و سوم آقای ویکتوری توضیح دادن راجبشون به وجود اومدن. بعد از این ستاره ها سیارات به وجود اومدن، هر کدوم با خصوصیات گوناگونی که نسبت به دوری یا نزدیکی به خورشیدها یا مسائل دیگه ای که همه رو جناب ویکتوری راجبش فراوان توضیحات لازم رو دادن. از جمله سیاراتی که به وجود اومد، کره زمین ما بودش که نه به شکل فعلی که الان میبینیم، یک توده مذاب که بعدها تغییراتی در اون ایجاد شد، یواش یواش آب پدید آمد در کره زمین، بعد در اثر فعل و انفعالاتی که انجام شد یواش یواش حیات به وجود آمد و حیات هم از یک تکسلولی زیر دریاها، زیر اقیانوسها، انسان در حقیقت شکل اولیش تشکیل شد. این تکسلولی یواش یواش در اثر شرایط محیطی و در طی سالهای متمادی به شکل ماهی در اومد. بعد این ماهی دست و پا در آورد، این دست و پا در آوردن باعث شد یواش یواش از زیر دریاها به روی زمین بیاد به شکل، خب اوائل به شکل‌های مختلف بیشتر شبیه میمون‌هایی که ما الان میدونیم، و خب گیاهان و دیگر عناصر به وجود اومدن، دایناسورها اون موقع به وجود اومدن. و بعد هم دیدیم که در اثر پدیده‌ای که انفجاراتی که در روی کره زمین خوردن شهاب‌سنگ‌های بزرگ به کره زمین بود، کره زمین تمام دایناسورها نسلشون در حقیقت منقرض شد و خلاصه رسیدیم به اونجایی که انسان‌ها یواش یواش به شکل امروزی ما، نه به شکل دقیقا امروزی ولی یه چیزی شبیه به انسان‌های امروزی که میتونستن روی دو پا بایستن، اومدن و این انسانی که اشرف مخلوقات هست به قول ما، تونست با انسانهای دیگه ارتباط برقرار کنه، تونستن دهکده هایی رو یا کلونی هایی رو درست بکنن و این کلونی ها تونستن در اون یواش یواش کشت و زرع بکنن و از حیوانات دیگه استفاده بکنن و رسیدیم به جایی که خب انسان ها حق شدن در کره زمین، به شکل‌های مختلف به جای مختلف رفتن. و صحبتی که ما امروز می‌خوایم شروع بکنیم، راجبش حرف بزنیم، اولین سوال من از جناب ویکتوری که اول یه سلامی دارم خدمتشون. جناب ویکتوری سلام عرض شما قربان. سلام دارم، حال چطوره؟ به به، چقدر شیک شدین امروز آقای ویکتوری. خیلی شیک، که پلیور زیبا و دستتون درد نکنه. مرسی. جناب ویکتوری، سوالی که مطرح هستش اینه که خب البته کتب مذهبی میگن که ما آدم و حوا را درست کردیم و از اونها نسل‌های بعدی پدید آمد. حالا اونو بگذاریم که بعدش راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی این انسانی که در اثر تکامل به وجود آمد، چگونه انسان‌ها یهو تو قاره‌های مختلف پیدا شدن؟ آیا کره زمین در البته میدونیم ما، ولی میخوایم شما توضیح بدید، قاره های مختلف نبود و همش یکی بود و انسان ها میتونستن رفت آمد بکنن، برن جاهای مختلف در اثر شرایط محیطی، رنگشون عوض شه، شکلشون عوض شه، رفتارشون عوض شه و اینا، چی بوده این تشکیل این قاره ها رو میشه یه توضیح برای ما بفرمایی؟ آه اوکی، خیلی سوال خوبیه. سوالی که ما امروز دیدیم که همه جا در همه قسمت‌های مختلف زمین
زلزله میاد و ران و بیسار اینا و این آیا همیشه زمین اینجوری بوده یا اینی که بعدن همونجوری که بشر تکامل پیدا کرد از حیوانهای زیردریایی اومد و به زبان زیردریایی شدن حیوانهای روی زمین سطح زمین، اون موقع سطح زمین فقط و فقط و فقط یک قاره در اونجا بود. چرا؟ چون زمین از داشت از این سنگ های ذوب شده که هی به هم دیگه میخوردن، استرویدز میگن، شهاب سنگ ها، شهاب سنگ ها، آره اینا میمدن همشون به هم دیگه میخوردن و اینا بودن که یه چیزی هم که باید شما بگم آقای باقری، وقتی که بگید شما همیشه وقتی صحبت میکنید بگید که اول کهکشان ها به وجود اومدن بعدن ستاره ها، نه کهکشان ها کهکشان ها بعد از اینی که ستاره ها به وجود اومد، درست بیگ بنگ، بعد از بیگ بنگ اولین چیزی که به وجود اومد ستاره ها بودن و این نیروی جاذبه ستاره ها با همدیگه بود که کهکشان ها رو به وجود آورد. دقیقا درست. هرچی که اینا نزدیک همدیگه، فهمید اینو متوجه شدی؟ بله 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 بله. که نزدیک همدیگه شدن خودشون یک کهکشانی درست کردن. بعدن در داخل این کهکشان که جدایی بود میدونه زب در داخل ستاره جزوه یک کهکشان بود یا وقتی هنوز جزوه یک کهکشان نشده بود سیاره ها رو داشت. البته بسته به این که نمیدونیم الان کدوماش هستن، چون تکامل سیاره رو در ستاره های مختلف رو ما ندیدیم هنوز که چجوری هستن، فقط اونی که در زمین بوده دونستیم بدونیم چجوری بوده، اونم برای خاطر اینکه ما دسترسی داریم به چگونگی این با فسیل هایی که در زیر خاک ما پیدا میکنیم میدونیم که حیات و این هر قیاف شکل و قیافه هر یک سیاره چجوری عوض شد و چجوری و هنوز هم میبینیم که داره عوض میشه. خلاصه بنابراین شد ستاره، بعدش سیاره ها، بعدش کهکشان ها، و بعد کهکشان ها که به وجود آمدن هر یک کهکشانی شامل بیلیون ها ستاره است. اینا همه اینا فقط و فقط و فقط با نیروی جاذبه است که اینا رو به هم دیگه نگه میداره. یعنی کهکشان که با هم دیگه به صورت یک کهکشان در میان، نیروی جاذبه ستاره هاست. کهکشان های مختلف به وجود میان، بعدا این کهکشان ها خودشون نیروی جاذبه دارن که البته خیلی بیشتر از نیروی جاذبه یک ستاره است، که اونم خودش نیروی جاذبهش خیلی بیشتر از نیروی جاذبه سیاره است که دوره اون ستاره است، نه یک سیاره، سیاره های مختلف است. مثلا زمین 8 تا 9 تا 10 تا سیاره داره. خلاصه کهکشان راه شیری. دکتر قبل از اینکه وارد حالا قاره ها بشیم، یه سوال برای من مطرح بوده، بیننده هم حتما براشون جالبه بدونن که خب میدونیم که این جهان بزرگ ما کهکشان های زیادی دارن و آیا این جهان انتها داره؟ یعنی یه جایی هست که اگه مستقیم بریم میرسیم به تش؟ آه نه، ببین عکسی که دفعه پیش گذاشته بودم که از کهکشان طرف دست به چپ بیگ بنگ رو نشون میداد، بیگ بنگ که شد فضا به وجود آمد. میدید بیگ بنگ در نتیجه بیگ بنگ این شروع کرده بود به مسافرت کردن و شروع کرده بود به اکسپنشن کردن. همینی که اکسپند میکنه فضا به وجود میاد، فضایی وجود نداره هیچی. و اون عکسی که نشون دادم که گفتم که اگه میخوایم میدونی الان نشون بدی موقعشه که طرف دست چپ بیگ بنگ، میای طرف دست راست اونجایی که قسمت یک چیز زرد است، اونجا نشون میده که جایی هست که
الان زمان ماست. بفرمایید. در حقیقت از بیگ بنگ که دست چپ اون عکس هست شروع که میکنید بیایید به طرف دست راست، این زمان مختلف رو دارید بیایید. بله. اینا زمان های مختلف هست. در هر یک سلایسی از این رو که اگر نگاه کنید یک موقعی از زمان بوده که اولش موقعی بوده که بیگ بنگ به وجود آمده، تایم ایکول تو زیرو، از همه بهتر موقعی بوده که کوانتوم ایج بهش بگن، موقعی بود که در عرض 21 ثانیه فقط 21 ثانیه طول کشیده که نیروهای مختلفی که الان در سطح زمین کار میکنن، نیروی الکتریکال و اینهون اینها به وجود بیاد. در کتاب یک عکسی هست، نمیدونم عکسو براتون فرستادم یا نه. آره. این یک عکس خیلی مهم است. این 15 دقیقه ببینید طرف دست هم حرارت رو نشون میده، حرارت طرف دست راست، طرف دست چپ زمانه. بله. از 10 به توان منهای 43 یک ثانیه از زمان بیگ بنگ. بله. 10 به توان منهای 17 ثانیه. درسته. یه اندازه کمتر از یک زمان کوچیکی. این نشون میده که 4 تا نیروهایی که الان در زمین دارن کار میکنن، نیروی جاذبه، نیروی الکترومغناطیسی، نیروی ضعیف و نیروی قوی، ها چجوری به وجود اومدن. اول یک نیروی بزرگی بود به اسم نیروی منفرد بزرگ. این در زمان بیگ بنگ از نباید گفت ثانیه، حتی یک 10 به توان منهای 49 یک ثانیه بوده. بله. که این ولی وقت همی که شروع کرد به اکسپند کردن، بعد از 10 به توان منهای 49 تا 10 به توان ببینم اینه که من در چشم من یک چشم چپه بران کور خوب نمیم. آره. اون یکی اون چه نمره در قسمت سن کائنات ثانیه طرف دست چپ خوبه میدونی بخونی. 10 منهای 43 است، بعدا 10 منهای 30 و چیزیه. حالا عکسش که رو عکس مشخص تره وقتی میذاریم. بله. بهش میگن دوره تورم. اونجا بعدا یک نیرو میاد، دو تا نیرو میشه، یکیش میشه نیروی جاذبه که نیروی جاذبه ببینی که از طرف دست چپ میاد خودش ادامه پیدا میکنه و هنوزم که هنوزه این نیروی جاذبه است. ولی نیروی طرف دست راستیش نیروی برقی هسته‌ایه. بعدن در 10 به توان منهای 29 همچین چیزایی این نیروی برقی هسته‌ای شروع کرد به دو تا نیرو. یکی شد نیروی قوی که نیروی قوی تا هنوز همین جوری به وجود اومد. یکی دیگه شد نیروی برقی ضعیف که میبینی اومده. بله. نیروی برقی ضعیف هم در 10 به توان منهای 12 یک ثانیه اون شد دو تا نیروی دیگه، یکیش نیروی ضعیف، یکیش نیروی الکترومغناطیسی. یعنی این 4 تا نیرویی که ما داریم کار باش در کائنات داره، در زمین کائنات دیگه داره کار میکنه، از 10 به توان منهای 43 یک ثانیه شروع شده اینا به وجود اومدن تا 10 به توان منهای 13 ثانیه که هر 4 تا نیرو به وجود اومدن. این 4 تا نیرو الان هم که ما داریم ما هم که صحبت میکنیم تنها 4 تا نیروی هستن که همه کائنات رو دارن روش اثر میذارن و این هر چی که میبینی که در کائنات به وجود میاد در اثر این نیروی 4 تا این 4 تا نیروست. خب یعنی نشون میده که پس انتها نداره این جهان. انتها نداره، نه، این 4 تا داره میاد و این 4 تا الان هم در عملیات خودشون رو دارن انجام میدن. مثلا نیروی جاذبه از همش نیرویست که از همش بیشتر با ما، یعنی با ما، یعنی با زندگی ما، با کائنات ما، ما سرکار باشتاریم و بهتر از همه میبینیم. چرا؟ چون هر کسی که الان که هر جایی نشستید یک چیز رو بگیرید تو دستتون اینجوری و ولش کنید میفته، این جاذبه است. بله. همه جایی نیروی جاذبه هست.
و این نیروی جاذبه هست که سیاره ها رو به دور ستاره ها میگردونه و چجوری اونا به وجود بیان و چجوری ستاره ها به دور همدیگه میگردن و این یک کهکشانی رو به وجود بیاره و بعدن هنوزم نیروی جاذبه هست که کهکشان ها رو به دور همدیگه میپیچونه. میشمیدین؟ گلکسی ها رو به دور همدیگه میپیچونه و که وقتی تو آسمون رو نگاه کنید الان یک چیز جالبی که موقع خوبی هم از 50 سال پیش 100 سال پیش همچین چیزها رو ما نمیدیدیم ولی الان بشر به خط جلو رفته که ما ستلایت که فرستادیم یکیش جیمز وب تلسکوپ در 1,000,000 مایلی سطح زمین اینو فرستادن اونجا از اونجا که داره عکس میگیره ما کهکشان به کهکشان میبینیم. کهکشان ها همه شون شکل و قیافه های مختلف دارن. هر روز شما در تلویزیونتون شب که نشستید و این اون میبینید که این عکسایی هست که هر کی که جالب باشه خیلی عکسای جالبی هر شب میذارن. خب من خود شخص من تلویزیون مخصوص مال جیمز وب تلسکوپ و اینا رو هم همیشه میدونم ببینم ولی تو خبرهای سی بی اس و ام بی سی و اینا رو گاهی رو نشون میدن میبینید که اینا بعضی هاشون به صورت یک دایره هستن اوکی؟ یا اینی که بعضی هاشون به صورت یک سیب و اینجوری هستن که همه ستاره ها دور هم دیگه جمع شدن هر کدوم اینا یک کهکشان هستن. بعدن این کهکشان ها که به دور هم دیگه جمع میشن آقای باقری اون عکس خیلی مهمی است که در برنامه دوم ما نشون دادیم داری اونا اونجا اوکی؟ اونم میدونی نشون بدی که کدوم عکس؟ اون عکسه که چیز وب فرستاده بود؟ آره 5 میلیارد سال پیش این عکس مال عکس 5 میلیارد سال پیشه که جیمز وب تلسکوپ فرستاده بود. بله. این نشون میده که در 5 میلیارد سال پیش چجوری این کهکشان ها با همدیگه در کله میزدند در اثر نیروی جاذبه شد و چجوری اینا به وجود داشتن و 1,000,000,000 سال نوری اون عکسی که بعد من رو تو فرستادم دو تا برنامه قبل هم بود ما اینو نشون دادیم و درباره صحبت کردیم این عکس بسیار جالبی است و این نشون میده که چجوری در 5 بیلیون نه میلیون یعنی 5,000,000,000 سال پیش کائنات چجوری بوده. الان کائنات 13.9 میلیارد سالشه ما اینجایی که ما هستیم نزدیک اون عکسی که داریم که مال همه کائنات هست ولی اگر اون 13.9 میلیارد سال قدشه ولی اگر اونجایی که ما هستیم که امروزه بریم داخلش 5 میلیارد سال کائنات اون موقع اینجوری و ببینید که کهکشان هایی که هر کدوم این نقطه ها که در اون عکس ببینید خودش یک کهکشان اوکی؟ و این چجوری کائنات ما چجوری قیافه داره و همینجوری که وقت بیاد جلو یعنی بیاد جلو یعنی وقت داره میگذره وقتی که داره میگذره جواب سوالی که شما کردید اینه که فضایی نیست که ما تو اون فضای داریم میریم فضا کرییت میشه با اکسپنشن یونیورس میدین با این اکسپنشنی که یونیورس داره الان که همون اکسپنشن است که از ثانیه بیگ بنگ از زمان بیگ بنگ این اکسپنشن شروع شده هنوز هم داره میره آخری که من و شما با هم که صحبت کنیم جالب ترین عکس رو براتون میفرستم اون موقع اون عکس هم الان هم بهتون میدونم بگم چه صفحه‌ایه که میدونید نگاه بکنید اون موقعی است که ما میگیم که کائنات چجوری عمرشو به شما میده چجوری میمیره وقتی که کائنات میمیره موقعی هست که دیگه ستاره‌ای وجود نداره همه ستاره ها زندگیشونو کردن نمیدونم اینا اونا همشون نورشون خاموش شده مردن فلان اینا و هیچ چیزی که در دنیا وجود نداره به غیر از فضای خالی اون موقع
حالا ما نمیدونیم اینجوری که الان زمین داره از همدیگه جدا، میگم زمین، کائنات که داره وقتی اکسپاند میکنه، اکسپنشنش به طرف بیرونه، این وقتی همیشه آیا اکسپنشنش به طرف بیرونه؟ نه نمیدونیم، ممکنه که این اکسپنشن برگرده میدونه بیاد به همدیگه و دوباره به همدیگه برسن، یا اینی که میدونه قیافه‌های مختلف داشته باشه که عکسش در کتاب هست. بله. ببینید این نشون میده که کائنات داره از پایین، بیگ بنگ پایین این هاست، هر کدوم این هاست، ولی زمانی که ما داریم میریم اینه کائنات داره اکسپند میکنه، زمان خطیست که از پایین به بالا داره میره و طرف راست به چپ پهنای کائناته. اوکی؟ حالا این همینجوری ما داریم هر یک سلایسی که در اونجا بگیریم یک زمان به خصوص خودشه که 13.7 بیلیون سال اون بالای بالا. حالا 4 پاسیبیلیتیش اینه که ما در آتیه نمیدونیم، حالا این در آتیه است که ما هنوز نمیدونیم که چه خودو به اینا میشه، یا میدونه که نیروی جاذبه دیگه بر یه جوری از بین میره، چون که کهکشان رو که بین میرن نیروی جاذبه شون از بین میره، چون که کهکشان وقتی از بین میرن اتم های داخل این کهکشان ها داره از بین میره، و وقتی این اتم ها که از بین میرن یه نیروی جاذبه داشته باشه، اینه که دیگه این نیروی برای اکسپنشن یونیفرس وجود نداره، اینه که شروع میکنه اومدن خودش. این قسمتی که میبینید همه اینا، یا اینی که میاد به، یا اینی که میاد بر میگرده رو خودش میفته در طرف دست چپه میشه، یا اینی که میاد و به یه جایی که برسه دیگه یه راست میره، نه اکسپنشن میکنه نه کانترکت داره، یا اینی که به صورت یک خط راست میاد میره، یا اینی که اکسپنشن میکنه، همینجوری فضا اکسپند میکنه و همیشه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه، ولی دیگه داخلش دیگه چیزی نیست. این به این میگن acceleration universe, coasting universe, okay, and decelerating universe. آره، فارسیش هم میشه دنیای با شتاب منفی، دنیا در حال سرریز شدن و دنیا با شتاب مثبت. آره، این آخر عاقبت خیلی. حالا بریم سراغ قاره ها. که من میخوام نشون بدم الان چیزی که من میخوام دربارش بگم اینه که قاره ها چجوری بود. آره. بله. اولی که میدونیم که همه اون طالب میدونیم چندی نفیدیم اینه که زمین وقتی که به وجود آمد و یک سیاره شد به دور خورشید، خود این زمین از چی به وجود آمد؟ از سنگ های بلیون ها بلیون سنگ های مختلف که استروید بودن، که اینها ذوب بودن، یعنی خاک ذوب بوده و اینا، و حتی چیزهای فلزهای مختلف بوده که همه اینا در داخل اون ستاره بودن که این ستاره که منفجر شده، همه از داخل اینا در اونجا به وجود اومدن، این اومده بیرون و اینا سنگاشون شروع، اونا که وقتی میگم سنگها چی هن؟ سنگها یه مش فلز هستن و 52 تا فلز هستن، از آهن بگو بیا تا از کاربن شروع کن تا بیاد به آهن، اونایی که چیز بودن، اونایی که گازی بودن از هیدروژن بگو بیا تا بالاتر، و اونو بهش میگن The Table of Elements. همه میدونیم Table of Elements چیه؟ جدول تناوبی. به فارسی نمیدونم چی میگن، ولی تو که گفتی خوبه، تو به فارسی خیلی شما بهتر هست. اوکی. The Table of Elements خیلی مشهوره. اون همه element هایی هستن که در دنیایی که ما داریم، در سیاره که ما داریم زندگی میکنیم وجود دارن. ممکنه که ما نبودیم تا حالا، نمیدونیم، ببینیم، به زودی ما میریم به سیاره های دیگه، اوکی، اونجا که رفتیم بعدن میدونیم ببینیم که آیا در اون سیاره ها تیبل آف الیمنتشون درست مثل مال ماست یا نه. وقتی که ما بریم به مریخ، یکی از چیزهایی که خیلی خیلی جالب توجه برای ما اینه که آیا ببینیم تیبل الیمنتی که در مریخ هست درست مثل همون تیبل الیمنتیست که در زمین ما داریم، یعنی آهن و سرب و نمیدونم همه آلومینیوم و فلان اینا هست، یا اینی که
فلزهای جدیدی هم اونجا هست که ما در زمین نداریم. ممکنه که باشه، به نظر منم حتما هست. یا نه فقط در مریخ، در بلیون ها بلیون سیاره هایی که در کائنات وجود دارن، ما میدونیم الان که وجود دارن. چرا؟ چون جیمز وب تلسکوپ داره عکساشون رو برای ما میفرسته. میدونید که ما داریم عکسی که الان جیمز وب تلسکوپ داره میگیره، عکس هایی که از سیاره هایی که به دور ستاره های دیگه هستن داره میبینه، در کهکشان های دیگه یا در کهکشان خودمون. ما دا تازه تاریخ تازه تا در تاریخ بشر، و ما چقدر خوشبختیم که در اون موقع داریم زندگی میکنیم که عکس هایی که از سیاره هایی که بغیر از زمین در دنیا وجود دارن، ما داریم این عکس ها رو میبینیم. خوش میدید؟ بله. اینی که به همه بینندگان میگم، وقتی که نیوز این عکس های جیمز وب تلسکوپ رو نشون میده، عکس های مختلف هستن خیلی قشنگ، به این عکس ها توجه کنید. یه روزی عکس یک سیاره ای رو نشون میدن که دور یک ستاره دیگه داره میره، و اون سیاره ممکنه که درش بشری وجود داشته باشه. بای بای کنه از اونجا تو عکس بهمون. جونم تو عکس بای بای کنه بهمون. تو عکس آره داره تو عکس بای بای میکنه بابا. آره، عکس هایی هستن که در اونجا نشون میده که حیات در اون سیاره های دیگه چه قیافه ای داره. یه چیزی بهت بگم، فور شور به نظر شخص منه، این شخص خوده بره، اگه خیال میکنید شکل من شما رو داره، اصلا نداره. چون شکلی که من شما الان داریم نتیجه بزرگ شدن ما در محیط زمینه، در اون چیزهایی هست که به خصوص زمین داره، یعنی انوایرمنت ما داره. چرا؟ برای خاطر اینکه خود زمین ما رو نگاه بکن، ما چند تا آدم های مختلف داریم، سیاه داریم، زرد داریم، سرخ داریم، سرخ‌پوستاش منتها از قاره آمریکا اومدن، زرداش مال چیز هستن آسیا، اینو آسیا و فلان اینا هستن، سفیداش مال اروپا هستن، سیاهاش مال آفریقا بودن، مال آفریقا هستن. البته ما الان میدونیم که سرخ و زرد و سیاه و اینا، همه اینا از سیاهای آفریقا اومدن. چرا؟ برای خاطری که ما فسیلاری که دیدیم و داریم میبینیم و اینا، ما میدونیم که اون حیات از تکسل لولیش رو شد. و که حالا میگم حیات، دارم میگم همه نوع حیات ها با که حیوان ها و اینا به وجود اومدن، بعدا اون یک حیوانی که اومد روی سطح زمین و شد شکل میمون پیدا کرد، و بعدا بزرگ شد و بزرگ شد و یعنی بزرگ شد، یعنی قیافش عوض شد، و اون عکس مشهوری رو داره که هفته پیش برات دادم که نشون میده که طرف دست چپش میمونه، طرف دست چپ راستش یه مردیه که نشسته پشت یه کامپیوتر. میونه اون هم یه مردهای دیگه هستن که نیزه و اینا رو کله شده. بله، این عکسه با این عکسه این عکسه یکی از مشهورترین عکسایی است که باید در این برنامه داشته باشید. ما این نشون میده که چجوری بشر به وجود اومده. اوکی، و از کجا به وجود اومده؟ از یک حیوانی که قیافه میمون داشته. البته این حیوانه خودش از زیر دریا اومده. چرا؟ چون یه ماهی بوده. ماهی چرا زیر دریا بوده؟ برای خاطر یه ماهی خودش از یک تکسلولی، ما یک سلولی بوده که حیات رو در سیاره زمین به وجود آورده. من فکر میکنم که در سیاره های دیگه وقت که بریم اونجا و ببینیم و اینا، اون همین جوری که زمین در زمین این حیات به وجود آمد، و حیات وقت بعد زیرم که به وجود آمد تکامل پیدا کرد، تکاملشون یکی باشه. ولی شانس اینه که این تکامل ها درست مثل همدیگه باشه، که بیار از تکسلولی که ما اومدیم و الان قیافه من و شما رو داریم، و بعد از قیافه من و شما هم دوستایی داریم که ردسکین هستن، یعنی آمریکایی هستن، دوستای ژاپنی داریم. داری دوست ژاپنی؟ بله بله بله. اینا زرد هستن، دوست سیاه هم که هممون داریم. بله. و هر روز ببینیم باشون. بله.
ما همه ما از یه جا اومدیم. اون وقت اینا همه از آفریقا اومدن. ما از آفریقا اومدیم. بله. در سیاره زمین همه، چرا ما میدونیم از آفریقا اومدیم؟ برای خاطر اینکه ما فسیلای خودمون رو داریم. ما میدونیم بریم توی زمین، زیر زمین رو ما میدونیم میکنیم. جاهایی که سابقا دریا بوده و فلان و اینا، اون اینایی که تو این کار هستن قشنگ میدونن کجا رو برن میکنن و کجا فسیل پیدا کنن. و ما فسیل های حتی دایناسور ها و اینا رو ما کجا میدونیم هستن. ما فسیل دایناسور تو تقریبا دیالا هر جایی ما بریم فسیل دایناسور داریم. برای دایناسور ها 65 میلیون سال پیش دایناسور ها مردن. تازه یه دفعه که یک سیاره، یک استرویدی اومد به زمین خورد و ما میدونیم جاش کجا بود، یه جایی در مکسیکوس، اوکی، خورد و این به قدری آتش و اینا به وجود آورد که این که همه حیوانای زنده در سطح زمین مرد. ولی حیوانای زنده در سطح زمین اون موقع چی بوده؟ دایناسورا فقط بودن. بله. خاطر اینکه اینقدر بزرگ بودن این که کسی دیگه زیرش زندگی نمیکرد. برای پستوندارها، ما بهش میگیم پستوندار. که البته پستاندار البته، ولی خب ببین نداره. حالا پستوندار هم اوکی. حالا اکسکیوز می دایش. اوکی. ولی اون موقع ما پستانه ها در زیر زمین زندگی میکردیم، ولی نه تو زیر زمین ها، در مثل حالا که موشا و کجا زندگی میکنن، میرن یه سوراخ پیدا میکنن زیر زمین، اونجا زندگی میکنن. پستاندار ها اونجا بودن و همه شدن قیافه موش و فلان اینا داشتن. فسیل هاشون در همه میوزیوم بری هست. ولی وقتی که از بعد از اینه که 65 میلیون سال پیش که همه این چیزها مردن، دایناسور ها و اینا مردن، تازه این اینا دوه سر از زیر زمین بیان و روی سطح زمین زندگی کنن، نه اینکه دایناسور ها بخورنشون. و از اونجا شد که بعدا حیوان های کوچیک کوچیک و کوچیک همونجوری که حالا داریم میبینیم به وجود آمدن تا اینکه امروز ما همه چیز داریم، از گوسفند و گاو و نمیدونم شتر و فلان اینا. اینا حیوان هایی هستن که انسان که حیوان شماره اوله، یه لازم نیست که دیگه اینو براتون تعریف کنم چون همه متعالی میدونی که متمدنه، عقل داره، میدونه چجوری کار میکنه. و انسانی که فامیل تشکیل داد و این چیزیست که امروز میخوام یه خورده دیگه بازم درباره صحبت کنم و برسیم به قسمت بعد که چجوری دین به وجود آمد در انسان، چرا دین به وجود آمد و چطور شد که ما بشر، حالا بگیم بشر دیگه نمیگیم حیات، نمیگیم حیوان، اسمشو میذاریم بشر. جناب ویکتوری قاره ها رو فراموش نکنین، هنوز نگفتین قاره ها چجوری شد. الان میخوام قاره ها رو بگم، بعدم بیام سر بشر رو حرف بزنم. حالا در زمین ما اینو میدونیم، چرا؟ تو پیدا کردیم کجاست؟ استرالیاست. همه زمین فقط یه قاره، اسمش هم بود پنجیا، عکسش هم هست. اگه تو کتاب کازمیک فنامنا نباشه، تو این پدیده‌های فضایی نباشه، حتما تو مال خدا دین ال یا یکی دیگه از اونا هست که نشون میده که پنجیا چه جوری بوده. فقط یک دونه دریای خیلی اقیانوس خیلی بزرگ بوده، یه اقیانوس بوده، یه دونه جزیره وسط این اقیانوس بوده. جزیره کجا بوده؟ اونجایی بوده که الان استرالیا هست، البته خیلی بزرگتر، اوکی؟ ولی نه به بزرگی که حالا همه قاره ها باشن. حالا در اثر اینجوری که بعد از اینکه شما بیاید زیر اقیانوس ها رو نگاه کنید، همش میشه زمین دیگه، خاکی میشه دیگه. برید نگاه کنید تا مرکز زمین، داخل زمین هم یک قسمتیست که
الان که من شما دارم دارید حرف میزنید، وسط زمین یه قسمت کره‌ایه که همش خاک ذوب شده است، سنگ ذوب شده است، خاکهای ذوب شده است. وقتی که میگم سنگ و خاک، یعنی فقط اون چیزیست که ما الیمنت هاییست که خاک رو نشون میدن. مش میدید الیمنتی که زمین و الیمنتی که بشر و اینا ازش به وجود آمدن تو اون نیست. چرا؟ چون بشر بیرون از اونجا به وجود آمده. به هر صورت یک وقتی که بالاخره این اقیانوس، حالا آب اقیانوس از کجا اومده؟ یکی باید الان سوال میکنه، که سوال پیش میاد الان که آقای ویکتوری چرا این همه آب داره تو زمین؟ این آبها از کجا اومدن؟ اینی که این آبها و اینا از کجا اومدن خیلی ساده است. جوابشو یک ساتلایتی که ما تقریبا 10-15 سال پیش بود فرستادیم و چندین سال پیش، 5-6 سال پیش بود که جواب آورد. ما یک ساتلایتی فرستادیم که رفت بعد از مریخ، میون مریخ و جوپیتر، که میون مریخ و مشتری، اونجایی که ما بهش میگیم استروید بلت. استروید بلت چیه؟ یک قسمتی هست که عوض اینی که یک سیاره باشه، بلیون ها سنگ های مختلف هستن. اون هم یعنی مثل این یک سیاره هستن، ولی اقدر کوچیک هستن که به اندازه یک کوه هست. اوکی؟ به اندازه یک کوهی که ما در سطح زمین داریم یا در پشت خونمون داریم، یا تا حتی یک سنگی باشه که چند متر قطرشه و اینه. به اینا میگن استروید. اوکی؟ اسم اینو میگن استروید بل. به قدری از اینا وجود داره، بلیون ها بلیون از این استروید ها وجود دارن. اینا فقط یک جایی هست که خودشون با خودشون در مدار خورشید دارن میگردن، و اون کجاست؟ میون مریخ و مشتری. از زمین که بریم بالا به این استروید ها نمیخوریم، به مریخ میخوریم. از مریخ که بریم بالا وارد یک قسمتی میشیم که بهش میگن The Asteroid Belt. اون استروید بلت درست مثل اینه که شما فکر کنید یک سیاره خیلی بزرگی به اندازه حتی بزرگتر از زمین شاید باشه، این منفجر شده و به قد قسمت های کوچک کوچک و بزرگ بزرگ ازش در اومدن که سنگی اونجا هست، به اندازه یه سنگی که شما میدونید با دستتون بلند کنید، یا به اندازه یه کوهی باشه مثل کوه اورست. حتی به هر صورت ما یک ساتلایتی فرستادیم. یعنی قبل از هابل؟ نه، این هابل عکساشو فرستاد. نه، دیسکاوری؟ نه، یه ساتلایت به خصوص، اسم به خصوصی نداشت. اینو فرستاده بودن که فقط این ساتلایت بیاد بره روی یکی از یک استرویدی رو انتخاب کردن که عکسی که ما ازش گرفته بودیم یه خورده این عکسه تاریکتر از استرویدهای دیگه بود. چه میدید؟ یه خورده سیاه‌تر بود. میدونستیم که یه اختلاف داره جنسش از جنس‌های دیگه. اینو فرستادیم، 8 سال طول کشید تا رسید اونجا. اونجا که رسید، ببینید خوشبختانه چقدر شانس آوردیم ما که این درست کار کرد. وقتی که رسید به این استرویده، این از خودش یک خودروی فرستاد، این ساتلایت، این خودروه اومد پایین، بر روی این استرویده نشست. حالا این استرویده چه؟ یک سنگیه در استروید بلد، یک سنگی هست که میون مریخ و مشتری وجود داشت. اوکی؟ در اونجا اومد پایین روی سطح اونجا، راه رفت، یعنی نه اینکه راه براه چرخ داشت و اینا، رفت و شروع کرد به عکس گرفتن و شروع کرد ببینه که اینا از چی درست شدن. آقای باقری، مقدار زیادی که اینا درست شده بودن آب بوده. و اینا آب بوده، یعنی یخ بود اونجا یا آب بود؟ یخ یخ بوده. آب یعنی یخ. آره، یخ بوده.
یعنی چه؟ یخ بوده. یعنی چه؟ در ضمن ما چه چیزهایی تو آسمون همیشه میدیدیم؟ همیشه یعنی از وقتی که بشر چشش بوده میدیده و میدیده، ستاره های دنباله دار میبینیم. درسته. نه ما بهش میگیم ستاره دنباله دار. ستاره دنباله دار چیه؟ ستاره دنباله دار استرویدی هست که یخه. گوش بدین، به همینی که داره حرکت میکنه که اینا، اون در اثر درجه حرارتی که خورشید به این یخه میده، این از سطح این یخه این شروع میکنه به آب شدن و آب شدن و آب شدن و به صورت ابر این داره بیاد جلو. اینایی که آب میشه عقب میمونه. این میشه چی؟ دنباله است. باید به کار اسم شما میذاریم ستاره دنباله دار. ستاره دنباله دار همشون یخن بدید، و دنباله شون هم فقط بخاره. خب پس تعداد زیادی از اینا خورده به زمین، درست آباری کرده آبا اون وقت تشکیل شده. نه فقط خورده به زمین، مقدار زیادی از اینا جز اون استرویدایی بودن که به هم دیگه خوردن که زمین رو درست کردن. درسته. بنابراین وقت که زمین داشت درست میشد، نه فقط خاک و بعضی فلزهای مختلفی که تو زمین هست بودن، مقدار زیادی یخ اومده باشه. و این یخ ها همه در هوا البته سرد بوده اونجا، به صورت یخ موندن. یعنی که کم کم هوا که عوض شد، اینا آب شدن و به صورت آب و یک اقیانوس رو با وجود آورد. خب ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم ما اگه میخوایم قاره ها رو بگیم. چرا خوب شد که گفتی. بله. ولی متوجه شده که چجوری؟ بله بله بله، آب رو فهمیدیم. حالا آب چجوری به وجود آمد؟ آب اونجاست، استرالیا هم وسطشه. همه اینا حالا در این قسمت وسطی که خاک بوده و فلزهای دیگه و که بهش اینجا هر چیزی که مثلا قاره ها ازش درست شدن و اینا، اون این همینجوری که الان در جاهای مختلف سطح زمین زلزله میاد، ببینیم که زلزله میاد و اینا به هم میخورن میفتن و اینا، اون سابقا این زلزله ها خیلی بدتر از زلزله هایی بودن که حالا ها دارن میاد. اینا که میمدن کوها و اینا میفتادن و این زمین ببینید که شکاف داره پیدا میکنه، که یکی از این شکاف ها در ایست لس آنجلس از مکزیک تا برید تا شمال بعد از استیت واشنگتن و بعد از نمیدونم اینا، اون این اصلا زمین از همگی جدا شده. دید وقتی که زلزله میاد زمین جدا میشه؟ بله دیدید؟ بگو که دیدم که من بدونم. بله بله دیدم، من دیدم. وقتی میاد دیدم زلزله میاد و زمین رو هم جدا میکنه. اول وقتی که پنجیا بود، زلزله که توی پنجیا میمد که پنجه و یه قاره بزرگ بود، درست، وقتی زلزله میمد همین شکستی که سطح این پنجه ها میخورد و این باز میشد، آب میمد تو اونجا رو میگره. خوش میدی؟ برای این زلزله ها همیشه ادامه میدادن ادامه میدادن تا اینی که این زلزله که قسمت زلزله که جدا شده بود و وسط شب آب بود، اینا به جدا شدن هر کدومشون به سفر خودشون ادامه دادن و اومدن و اومدن و یه قاره شد، دو تا قاره، گوش میدید؟ و بعدا هر کدوم این قاره ها هم باز هم شکاف خوردن در اثر زلزله ای که داشتن، چون دیگه خیلی بزرگ بودن دیگه. اینا هم کم کم بزرگ شدن اومدن و قاره های مختلف رو نشون دادن. برای همینه که شما اگه سطح زمین رو نگاه کنید، همونجا که ایران هستیم، تو ایران الان همه نگاه بکنید، ما ایران رو چی داریم میبینیم؟ ایران رو اگر نگاه بکنید، پایینش خلیج فارسه، قشنگ به هم دیگه میخوره، معلومه که کجا جدا شده. گوش میدید؟ هندوستان میبینیم، بعدا میبینیم قاره آسیا رو میبینیم، بعدا قاره آسیا بهترین چیزی که میدونید، نمونهی که میدونم بهتون بگم، اون قسمت شرق آسیا هست. شما اگه شرق آسیا رو نگاه کنید به کجا برسید؟ بعدش که بیاید
به مغرب آمریکا میرسید. اوکی، چون اگه بالا شده نگاه کنید اونجا که روسیه هست، قسمت شمال شرق روسیه رو اگر نگاه کنید یک قسمت خاکیه که میاد و دوباره به آب میرسه. از اونجا که بیاید به کجا میرسیم؟ به شمال غرب آمریکا میرسیم. اینا با هم دیگه جوینت بودن، مش میدید اینا با هم دیگه بودن. و در اثر همه این ریاکشنی که همه قاره ها داشتن میرفتن که جدا میشدن در اثر زلزله بود و آب میمد جاهاشو میگرفت و اینو، اون موقع بود که این کانتکت میون آسیا و آمریکا قطع شد. ولی قبل از اینکه این قطع بشه بشر به وجود آمده بود. این در حدود 100 هزار سال پیش، 60-70 هزار سال پیش بوده. 60-70 هزار سال پیش بشر به اندازه کافی بزرگ شده بود که مسافرت بکنه. از آفریقا اومدن، از آفریقا بشر اومد اول در اروپا. اونا که تو اروپا موندن سفید شدن. خیلی هاشون از اروپا رفتن شرق. اونجایی که میدلیست هست به خصوص در اسرائیل، در اسرائیل یک ویلجایی پیدا کردن، ویلج مردم اینا کسایی بودن که از آفریقا اومده بودن تا اونجا. دیدین؟ نشون میده که ما میدونیم نگاه کنیم ببینیم هر که از آفریقا به وجود اومد. این آتکسلولی که اول میمون بود و بعدا اومد کم 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 به صورت آدمی شد که پشت کامپیوتر نشسته، این درست میمونه از آفریقا اومده بود. موقعی بود که این اومد و اومد بعد در قسمت های اروپا و از اروپا رفتن شرق، رفتن به آسیا. همینجوری که میرفتن جای مختلف مختلف اینا میموندن. چرا؟ چون دیگه همشون فامیلی شده بودن دیگه، که بعد از دولت، بعد از زمان حضرت ابراهیم بود. آقای ویکتوری همینجا نگه دارین، وقتمون تمام شدش، بقیه بحث رو میذاریم برای برنامه بعد. ولی اجازه بدید من یه نکته رو به بیننده ها بگم. دوستان، این دو کتاب خدا، دین، علم و پدیده های فضایی، تمام مطالبی که جناب ویکتوری میگن میتونین، وقتی اگه این کتابا دستتون باشه، عکساش، صفحهاش، همه چیش مشخصه و میتونین ازش استفاده بکنین. این دو کتاب رو تا هنوز موجود هست، ببینین چند بار گفتم، چون تعدادشون خیلی کمه. اینا از این 5 تا کتاب 3 تاش اصلا وجود نداره، این دو تام تعدادش خیلی کمه. حتما به این شماره 818-451-5678 زنگ بزنید و که دو کتاب باقی مونده رو با تخفیف ویژه‌ای که جناب ویکتوری فقط و فقط به این منظور دادن که کتاب‌ها دست همه برسه، قدرت خریدش رو داشته باشن، به دست همه برسه. میدونی که قیمت اینا خیلی گرون، 100 دلار بوده. خب الان اگر می‌خواستن اینا رو عرضه کنن 200 دلار هم نمیتونه عرضه کنن، ولی با تخفیف حتی 80 دلار هم تخفیف گذاشتن رو دو کتاب، یعنی 120 دلار شما این دو کتاب رو به علاوه هزینه پستش، حالا اروپایید، آمریکایید، کانادایید، هر جا که هستید زنگ بزنید این دو کتاب رو تهیه بکنید. این دو کتاب چاپ بسیار نفیسی داره. این میگم چاپ نفیس داره، غیر از خوب مطالب مهمی که درش هست و شما با خوندن اونها به تمام سوالاتتون پی میبرید و آگاهی بیشتری پیدا میکنید، نوع چاپ کتاب ها منقدر نفیسه که برای هدیه دادن هم خیلی خوبه، هم چون دو زبان انگلیسی و فارسی تو یک جلد، نصفش فارسی، همون مطالب به انگلیسی هم نوشته شده، میتونین به دوستان ایرانیتون، غیر ایرانیتون، فرزندانتون، نوهاتون که شاید انگلیسی بهتر میدونن، اینا رو پیشکش کنید، هدیه بدید. دو کتاب رو فقط 120 دلار میتونین بگیرید به علاوه هزینه پستش، و حتما حتما این کار رو بکنید و این کتاب ها رو تهیه بگیرید. خدا یارو نگهدارتون جناب ویکتوری، خدا حافظتون تا برنامه آینده‌ای که در خدمتتون خواهیم بود. اوکی، ثانک یو ویری ماچ.